امید صبر کنی، اینجا چه خبره؟ شما دوز سرگردنه؟ اینجا بیمارستانه، چرا آبرو ریزی میکنی؟ حرف بزن پسر، حرف بزن. چی میخواین؟ دردتون چیه؟ فقط میخوام برادرم سر پا بشه. یه لحظه نگاش کنی، ببینینش. توی این وضعیتم داره میخنده. فکر کردین از وضعیتش راضیه؟ فکر کردین خوشحاله؟ چرا این بچه داره میخنده ها؟ چرا خنده رو لبشه؟ واس خاطر این که من ناراحت نشم، چون من مقصر این وضعیتشم، چون کار خودمو کردم. با اون بیشرفی که ازمون بیگاری کشید دعوا کردم، گفت سرخم کن نکردم، گفت دستمو ببوس نبوسیدم، گفت دوستی کن، گفتم نمی کنم. چند روز به ام آب و غذا نداد، ولی امید دلش نیمد برام یه لیوان آب آورد. من اون آبو خوردم و اون مرد کم امیدو زد. ای زد تو سر این یه ذره بچه، ولی این بچه که میبینین حتی یه بارم برام قیافه نگرفته، برای این که اصلا وشتان نداشته باشم. الان من به خاطر این که میتونم راه برم احساس گناه میکنم. اون یکی کناریشو ببین، این جسو انقدر امیدو کول کرده که دیگه کمرش نا نداره. تا حالا نگفته داداش این وظیفه ای من نیست، داداش یه بارم تو کولش کن، نگفته. یا اون دختره که میبینی، تا حالا یه بارم نگفته خسته شدم. مثل بچه تر و خشکش کرده، همه جوره مراقبش بوده. ما چیز زیادی نمیخوایم خانم، واقعا چیز زیادی نمیخوایم، یه امید میخوایم، فقط یه امید میخوایم. یه درونم ازش کم نشده، اینجور که معلومه شما اینجا حرفتون بروه. ببینین، بهتون التماس میکنم، برین با هر کی لازمه حرف بزنین. اگه اون دکتر واقعا میتونه معجزه کنه، بگین امید ما را معاینه کنه، فقط واسه یه بار. آخه معجزه که فقط حق آدمای پولدار نیست. اون دکتر معجزه پوجزه نمی کنه، پول آدمای ساده رو میگیره و گولشون میزنه. ولی ما هر کاری بتونیم انجام میدیم، ما از اون خیلی بهتریم. معذرت میخوام. عیبی نداره، واقعا معذرت میخوام. منو خیلی ببخشید، من واقعا اشکالی نداره. مراقب باشه.